صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الأوطان. صلى الله عليك يا مولاي يا شهيد العطشان. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم شهيد كربلاء. السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي، خصوصا أخيك أبا الفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورحمة الله وبركاته. روز و شب چرا از غم کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا بالمكان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام عليكم. عرض سلام بنده رو از تکیه بین الحرمین، بهشت روی زمین، کربلای معلا پذیرا باشید. امیدوارم هر جای عالم که هستید در این شب شهادت، تعمدن عرض میکنم شهادت علیا مخدر حضرت ام کلثوم صلوات الله علیها، پذیرا باشید. اول خدمت آقا بقیت الله و بعد خدمت شما موالیان و محبین حضرات اهل بیت تسلیت عرض میکنم. این که عرض کنم شهادت، بارها گفتم حضراتی که بعد از واقعه کربلا ماندن، آنها همه حداقل این است که دق کردند. ما تو کمدن، این عبارتی است که در مقاتل و تاریخ نقل شده. گذشته از آن که تاریخ نقل کرده است که بنی امیه، مخدرات بنی هاشم و هر که از کربلا
باقی مانده بود و رسا ابی عبدالله می گفت را مسموم کردن. مفصل در تاریخ است. بر عنوان اگر به این دو دلیل هم توجه نکنیم مسلم است که من مات علی حب آل محمد مات شهید. هر کس که بر ولایت و محبت اهل بیت از دنیا برود قطعا شهید هستش. خب مقام ام کلثوم صلوات الله علیها مشخص و مبرهن و مبرز. اگر آماده هستید بپردازیم به بخش مقتل تکیه بین الحرمین، صلواتی هدیه کنید به عنوان عرض تسلیت خدمت آقا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هرچند که بحث مقتل ما در کتاب شریف نفس المحموم، یعنی کتابی که ما در خدمتش هستیم، در اتفاقات کوفه است و اتفاقات هانی ابن عروه رحمت الله علیه، ولی خلاف مروت، خلاف ادب، خلاف شیمه است اگر در این شب، یعنی شب رحلت حضرت ام کلثوم، رحلتی که کلمه اعم از شهادت و وفات است، نامی از این مخدره، از این مظلومه تاریخ، از مجلله ای که حقیقتاً غریب است، حقیقتاً مظلومه است، خیلی کم گفتگو می شود در محافل و مجالس از این بزرگوار. هرچند اخیراً الحمدلله به لطف آقا سید الشهدا و مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسات پشت سر هم منسجم گرفته می شود برای این مجلله، یعنی حضرت ام کلثوم صلوات الله علیها الحمدلله. ولی باز بیش از اینها باید خدمت کرد. از حضرتش اگه بخوام سخن بگم، عرض کردم در همین اندازه‌ای که خلاف ادب نباشد و نام برده باشیم از بی بی، چون برنامه‌های تخصصی و خاص بی بی توی شبکه در امشب و فردا پخش خواهد شد، مهیا شده شبکه امام حسین، حتما ببینید. به خصوص اون بحث حساس ازدواج حضرت ام کلثوم و اون دروغ خیلی بارز تاریخ، دروغی که سوء استفاده گرها ساختن برای استفاده هایی که می دانید. مجلله کسی است که همدوش فخر المخدرات عقیله بنی هاشم صلوات الله علیها در کربلا و بعد از کربلا، اون رسالت و آن پیام آقا سید الشهدا رو به همه عالم رسوند. معروف در مجالس و روزه ها این است که خطبه حضرت زینب در کوفه رعشه بر ارکان دولت اموی انداخت، قطعا هم همین است. ولی حضرت ام کلثوم هم صلوات الله علیها در کوفه خطبه خوانده، خطبه غرایی هم خوانده، در شام خطبه خوانده است، خطبه غرایی خوانده است، بین راه
کلماتی گفته است، کلمات پر محتوا. خب علت این که کمتر از این بی بی سخن به میان می آید، بنابر آنچه که اهل فن گفتند، دو علت. یکی این که در کنار حضرت زینب، یعنی خواهر بزرگترش، خیلی سخت بوده است که به ظهور و بروز بیاد، کنار آفتاب بودن. مطلب دوم این است که خلط تاریخی شده است، یعنی بعضی از کلمات مورخین نسبتش را به ام کلثوم یا حضرت زینب صلوات الله علیهما اشتباه کرده، نسبت کلام را، یعنی گاهی از خطب از آن ام کلثوم است، بعضی از مقاتل کتب نقل کردن حضرت زینب، و گاهی به عکس، که هیچ فرقی ندارد، هیچ فرقی ندارد. و هر دو بزرگوار هم ام کلثوم بودند و هم زینب، با این تفاوت که اسم علیا مخدر زینب بوده است و کنیشون ام کلثوم، و گفتند که برای ام کلثوم عکس بوده است، یعنی اسم مبارکشون ام کلثوم بوده است و لقبشون زینب. به هر عنوان، آنچه که عمان سامانی گفت، شیر را بچه همی ماند بدو، هر دو بزرگوار دختران امیر عوالم علی هستند، هر دو بزرگوار صاحب رشادت هستند. بین حضرت ام کلثوم صلوات الله علیها و آقا قمر بنی هاشم صلوات الله علیه، شب عاشورا مکالماتی بوده است و گفته ایم، و شاید باز در برنامه تکیه به آن اشاره کنیم. در ورودی شام حضرت ام کلثوم صلوات الله علیها حرکتی کردند، اشاره ای به شمر ملعون کرده اند، که این اشاره و آن گفتگو و آن بیان و آن فعل حاکی از ولایت تکوینیه حضرت ام کلثوم است. به جرأت هم عرض میکنم، به جرأت هم عرض میکنم که حضرت ام کلثوم تصرف در امور اشیاء کردن، هیچ استبعاد هم ندارد. ببینید نقل کرده است، تقریبا اکثر مقاتل نقل کرده اند. خود ماجرا را عرض نمی کنم، یک مراجعه مختصر و یک جستجوی مختصر میتونید پیدا کنید که شمر چه گفت و حضرت وقتی اشاره کردن چه شد و مردم همه چه دیدند. جای دیگه فرمود به شمر، چون شب شهادتشونه، اجازه میخوام از شما بیننده‌های محترم یک کمی وارد مصیبت شم. فرمود شمر چند تا امر کردن حضرت ام کلثوم. یکیش این بود که ورود شام سرها رو جلوتر ببر. علتش رو نمیدونم بگم یا نه، محضر آقا سید شهدا سخته. میگم به مدد خود آقا، شما هم گریه کنید انشاءالله. فرمود تا مردم مشغول سرهای بریده شوند و کمتر مشغول ما اهل بیت باشند. یا ابا عبدالله، شمر عکس این عمل کرد، یعنی سرها رو بین محملها تقسیم کرد. مطلب دوم، امر دوم، من عرض میکنم امر دوم بی بی این بود که فرمودن شمر ما رو از یک دروازه دیگه وارد کن، اینجا خیلی شلوغه، خیلی ازدحام هست. قبول نکرد و از همان دروازه ساعات وارد کرد. مصائب این بی بی خیلی زیاده. عرض کردم در طول برنامه تکیه بین الحرمین به مناسبت مقتل اسم این مجلد خواهد آمد و ما هم انجام وظیفه و نوکری خواهیم کرد انشاءالله. در این شب شهادت این مخدره غافل از توسل به این بانو نباشید.
در مجلس یزید کلامی به یزید گفتند که یزید پلید رو به لرزه در آوردن. فقط با اشاره میگن، چون حقیقتا محضر هیچ تصویری نمی کنن. خدا حاصل شهدا شاهدن بر من انشاءالله. حقیقتا سخته و گفتنی نیست، به خصوص اینجا وقتی که وحیر یا زهیر شامی بلند شد و حرکتی کرد و ام کلثوم جوابی دادن صلوات الله علیه. هر کس که دل خواندنش رو دارد مراجعه کند و ببیند آنجا غوغایی کرده است ام کلثوم صلوات الله علیها. و بعد از واقعه کربلا هم آنقدر نماند بیبی، یعنی زود ملحق به آقا سید الشهدا شدن. میان برنامه مهیاس ببینیم و برگردیم در بحث خودم. یا علی دیگه موندن برام عذابه، چشای خستم پر آبه، خدا حافظ ام البنین و سکینه و زینب و ربابه، خدا حافظ ام البنین و سکینه و زینب و صبر تو رو ندارم، دیگه بیتاب و بیقرارم، حلالم کن تنها میذارم، بودم کناره ولی علم رو تو به روی شونت میبردی، تو بیشتر از من تو کوفه و شام کبه نیکاز کنارم این دم آخر بیراهن خونی آور. وای حسینم 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 وای حسینم. منو عشق و دلی حزینه دارم آتیش میونه سینه، خدا رو شکر نماز دفنم به دستای زین و لابدی، خدا رو شکر نماز دفنم به دستای زین و لابدی. خواهر تو خمیدی منم خمیدم، دنبال تا گودال دویدم، تو رسیدی منم رسیدم. یادت میاد که گوشه گودال ناله مادر رو شنیدیم، دم غروب بود که خیمه ها رو توی غارت تو شعله دیدیم، آتیش گرفتیم با بچه ها رو توی غارت تو شعله دیدیم. وای حسینم 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 حسینم، این همه رنج و گریه بس ندارم شب نمار قصه، دیگه نیست نامم ام کلثوم، صدام کنید دیگه ام قصه، دیگه نیست نامم ام کلثوم، صدام کنید دیگه ام قصه. تو دلم باد هول و ولا شد، حجره من کرب و بلا شد، خواهر تو حاجت روا شد. یادم نمیره کوفه و شام و نگاه مردای بی غیرت، سعی من این بود با دشمن رد، تو نشی هم کلام و صحبت، قسمت نشد که دوباره با هم کربلایی بریم زیار. وای حسینم حسینم حسینم.
صلی الله علیک یا مولاتی یا ام کلثوم. امیدوارم هر جا که هستید مجالس حضرت ام کلثوم را امشب و فردا شرکت کنید، حتما شرکت کنید. مطلب خودمون در تکیه بین الحرمین به اینجا رسید. من تعمد دارم که سلسله مطالبمون رها نشه، هرچند مناسبت‌های مختلفی در پیش داریم، حتی در ماه رجب و شعبان و اون مناسبت‌هایی که هست میخوام بحث مختلمون قطع نشه، یعنی پشت سر هم باشه، چون حتما خیلی از بیننده های محترم تکیه بین الحرمین سلسله وار دارن برنامه رو تماشا میکنن و مطلب دستشون بیاد. تقطیعی درش نباشد مگر ایامی مثل دهه فاطمیه که کلن بحث فرق کن. مطلب ما در کتاب به اینجا رسید که عبید زیاد لعنت الله علیه هانی ابن عروه رو به هر طریقی که بود وارد دارالامارش کرد. در کامل و تواریخ ابن اسیر است که ابن زیاد او را گرامی می داشت، یعنی احترام به هانی ابن عروه می گذاشت. هانی گفت مگر چیست؟ گفت ای وای هانی، این چه فتنه ای است؟ او کرد به هانی گفت که چه کار داری میکنی؟ مسلم ابن عقیل را در خونه نگه داشتی، مردم میان با او بیعت میکنن، سلاح تهیه میکنی، مردان جنگی برایش آماده میکنی، به گمان این که بر من پوشیده میماند، فکر این حرف را به من نمیزنن. خب حضرت هانی هم رحمت الله علیه بنابر تقیه گفت من نکردم. گفت چرا کرده؟ یا گفتگو میان آنها دراز شد و ابن زیاد آن غلام جاسوس که بحثش رو داشتیم، یعنی معقل را که 3000 درهم به او داده بود، گفته بود برو، آن غلام جاسوس را طلبید و آمد برابرش ایستاد. به هانی گفت این را میشناسی؟ ببینید فقط تصور کنه حضرت هانی تو اون لحظه چه حالی شده. گفت آری، و دانست که او جاسوس و دیدبان بر آنها بوده و یک بار وارفت. اینها را تا اینجا خدمت شما عرض کرد. و پس از ساعتی به خود آمد و گفت از من بشنو و باور کن، به خدا دروغ به تو نگویم، نه من او را دعوت کردم و نه از کار او اطلاعی داشتم. حقیقت را شروع کرد گفتن هانی ابن عروه، همونطوری که در فصلهای گذشته خوندیم، خود هانی حضرت مسلم ابن عقیل را دعوت به خانهش نکرد. اونطوری که شیخ عباس هم قلم زده است، این است که حضرت مسلم صلوات الله علیه پشت در خانه هانی رفتند. اینجا هم شروع کرد همینا رو گفتن، تا دیدم بر در خانه هم نشسته و خواهش دارد که بر من وارد شود، همینجا یه دعا کنم، خدایا هیچ مردی رو در هیچ بلادی غریب نکن. غربت سخت آقا، غربت خیلی سخته. امیدوارم که سر هیچ شیعه و شیعه زاده و محبی نیاد غربت. به هر حال من از رد او شرم داشتم و حمایت او بر من لازم شد. خب مهمان دیگه. و او را در خانه خود مهمان کردم و جریانی پیش آمد که شنیدی. اگر میخواهی اکنون به تو گرو میدهم، وثیقه میسپارم، میروم، او را بیرون میکنم و نزد تو برمیگردم. برنامه تو ذهنش حضرت هانی چید، نقشه کشید که الان از دارالاماره بیرون برود و بعد نگذاشت عبید الله. گفت نه به خدا، از من جدا نشوی تا او را نزد من آری. گفت هرگز مهمان را به تو نمیدهم که او را بکشی. هانی از بزرگان کوفه بود، صاحب قبیله بود و گمان میکرد که قبیلش به هواخواهی او در میاد و حالا کاری هم کردن قبیلش، ولی خب اونقدر که باید و شاید نه، که میرسیم انشالله به این مطلب. امروز در کربلا سالگرد یکی از خطبای خوب، یکی از منبری ها، یکی از روزخون های با اخلاص دستگاه سید الشهدا صلوات الله علیه بوده.
بزرگوار در چنین روزی از دنیا رفتن و بزرگداشت برای ایشون گرفته میشه هنوز که هنوز. سالها پیش از دنیا رفتن ولی صدا و تنین او واقعا جانگداز هستش. از آنی که قسمت شده اربعین یا ایام عاشورا کربلا بودن، از تکیه ها و موکب ها صدای این بزرگوار را زیاد شنیدن. مرحوم شیخ هادی کربلایی که بی اغراق تمام روزخانه ها و خطبای عرب زبان، بلکه اونهایی که خریت در منبر سیدالشهدا و روزخان هستن، به زبان های دیگه از شیخ هادی حداقل یک مصیبت یا یک بیت شعر استفاده کردن. روزه های خیلی عجیب و غریب و غرایی داشته است در کربلا. به این مناسبت ما صدای این بزرگوار رو برای شما فراهم کردیم، یه تیکه ای از خواندنش رو. بازم عرض میکنم عربی هستش ولی اون نورانیت و سوز و صفایی که باید و شاید رو داره. بشنوی به این نیت که انشالله کربلا باشید و صدای شیخ هادی کربلایی رو از مأذنه های حرم آقا سیدالشهدا و موکب ها بشنم. از مأذنه میگید پخش کنن چه وقت؟ شب اول محرم وقتی که پرچم آقا سیدالشهدا رو عوض میکنن یه تیکه از شیخ هادی پخش میکنن. امیدوارم اون شب کربلا باشید. با هم بشنم. با عبدالله، تیکایی که شنیدید یک کمی از ترجمهش اینه. خطاب به حضرت زهرا صلوات الله علیها میگد که نوحه کن بر فرزندان خودت ای فاطمه.
تو فرزندی که یکی در کنار تو است در مدینه، منظور امام مجتبی است، و یکی دور از تو در کربلا و وارد بر مصیبت بشه، یعنی این شیخ هادی رحمت الله علیه برای زهرا اینطور روزه میخواند و مردم هم اینطور که شنیدید زجه میزدن. اینجا الان پشت دوربین فیلمبردارهایی که ما در خدمتشون هستیم، خدا حفظشون کنه، خب اهل کربلا هستن، هم که میشنیدن یه حالت دیگه ای براشون متداعی میشد. شیخ هادی از عجایب منبر سید الشهدا است، حقیقتا میگم از عجایب منبر سید، خدا رحمتش کنه. و انشالله ما هم در خدمتمون استوار باشیم و مخلص. در بخش مهمان برنامه تکیه بین الحرمه، تجلیل از پیر غلامان و پیش کسوتان و کسایی که صاحب منصب در دستگاه سید الشهدا هستن، در خدمت شیخ زکی بیاتی بودیم، در قسمت هایش رو دیدید. حقیقتا عرض میکنم هم ببینید و هم به دیگران توصیه کنید صحبت های بزرگوار رو بشنوید. انشاءالله بریم با هم بریم. یک هیئت بود منطقه باب الطاقة تهران. بله. اونجا هر برنامه شهادت یکی از اهل بیت از ائمه اطهار روز شهادتشون بود، یه مجلس عزا زنجیر از اونجا میمد بیرون. راجب خب فاضل قرآن صحبت کردم، اونجا گفتم این مدرسه چه میکرده، هرچی که خروجی داده است از بزرگان روزگاره، یعنی تمام مبلغین شعر که اونیم خصوصا اگه کربلایی بودن، بالاخره در حفاظ القرآن این مدرسه‌ای که شیخ ضیاء زبیدی و همکارانشون مدیریت میکردن اونجا بودن. بعد ما هم مدرسه حفاظ القرآن رفتم و همین مدرسه چیز مدرسه حکومی دولتی. بله. اونجا هم بازم رفتم از کلاس اول دوم ابتدایی تا به معهد معلمین، یعنی چیز بشه، معلم بشه. ها، رتبه‌ای که شما بتونید تدریس کنید خودش بکنیم. شهاده چیز مدرک تدریس هم گرفتیم از اعدادیت کربلا، معهد معلمین بود. بعدم ادامه درس حوزه مون هم اینجا بود تا وقت شروع کردیم به تدریس، یعنی خودتون هم رفتیم. نه دیگه نرسیدم، دیگه از عرب مهاجرت کردم. علی ثبت نام کردم، قبول شدم. و در همون سال دیگه از عراق مهاجرت کردیم. اما از مزار درس حوزه تا مقدمات و لمعه، اول لمعه بود بازم در مدرسه حفاظ قرآن میخوندیم و بعد از اونم بقیه درس لمعه و بحث خارج و تدریس دیگه در شهر مقدس قم بودیم. اونجا هم دانشگاه المصطفی هم رفتیم، جامعه المصطفى. اجازه ببخشید من بیادم میخوام پرسم، این دروس خارج فقهتون رو نزدیک خوندید؟ بله در قم خوندم. البته چند تا از بزرگوار که بعضیشون رحمت خدا رفتن، اگر مانعی نداره برای بله. اسم بیاردش. آیت الله سید محمد شیرازی داشتن بودم، فعد الله مقامه، آیت الله گلپایگانی درسشون. بله در سیاست محمد رضا هم رفتید. بله آیت الله مرعشی ایشون هم میرفتیم، من صدکاظم حائری هم میرفتیم. البته درس اصول فقه با رسائل و مکاسب خدمت شیخ محمد باقر ایرمانی، ایشون استاد ما بودن. حسن در غیر حیاته؟ بله حسن در نجف هستن، یکی از اساتید بزرگ نجف هستن، الان خودشون قم تدریس میکردن. بعد استادای دیگه مثل شیخ حسن آلراضی و غیره هم بودن، شیخ حسن جواهری هم بودن. ایشون اول یعنی قبل از بحث خارج، بعد بحث خارج را در خدمت حضور روانی که گفتم
خدمتشون برسید. خب برگردیم تا همون کربلا. راجع به اجواء کربلا، یعنی فضای موجود در کلا و دست و اینا میگفتید، بیشتر برای ما فرمایید. بعد کربلا خاطرات زیادی دارم ازش، چون شهری بود تا سال 19 ساله که شدم در این شهر بودم، از اول تا 19 سال. کربلا اون زمان مثل الان و ایام زیارت یا شلوغ نبود. بله سخت بود و دولت خود فشار میاد به مردم اینا، زیاد شلوغ نبود، ولی خود مردم کربلا یک هیجان خاصی داشتن. ایام محرم البته دسته های عزاداری مثلا از باب سلال، من با اونا شرکت میکردم البته، یعنی پدرمون با یک هیئتی هم بازم خودشون شرکت داشتن به نام حسنیه، خدا مرداتون بیامرزه، ایشون هم از مؤسسین این هیئت هست. بله هنوز این هیئت برقراره، تا الان هم هست. بله حسنیه اسمشه، اونم در از شب از شهادت امام زین العابدین شروع میشه تا شهادت امام حسن مجتبی سلام الله، یعنی ایام السفر. و در این برنامه داخل صحن مقدس ابی عبدالله الحسین اونجا مجلس شیخ هادی خدا رحمتشون بکنه، اونجا خودشون منبر میرن و یادم هست، خدا رحمتشون کنه، اسمشون آوردین ازشون برامون تعریف کنه از شیخ هادی. برنامه داشتیم ما راجع به شیخ هادی کربلایی، ولی خیلی خوبه بیشتر بدونیم از این بزرگ. شیخ هادی معروف بود به منبری که به قول به زبان فارسی دهنش گرم بود، یعنی وقتی که صدا داشت مردم رو جمع میکرد، هیجان داشت. مثلا خیلی هم توانایی خطبه و برنامه که مردم رو بتونه اداره بکنه، خیلی مهمه که یک روز خون بود داشته باشه، فن بیان، فن بیان و فن مردم رو جمع. چون تو صحن همه رقم مردم جمع میشن اونجا. بله دستای سینه‌زنی وارد میشه، شبیخانی وارد میشه، اگر روزخون زیاد مسلط نباشه و آگاه نباشه منبر از دستش میره. حالا میرسیم به اینجایی که سفارشاتی که برای خطبا دارید. اسم آقا گفتیم فقط بله باید بگید در اون سفارشاتی که برای خطبا دارید مفصل میخوام بگید، چه نصایحی دارید اینا باشه انشالله. از شیخ هادی برام بگید، حالاتشو بگین برام، رفتارش. البته ایشون منبرشون هم در خانه ها بود، در حسینیه ها بود، و یک برنامه خاصی که ایشون داشتن منبر مثلا زیاد طول نمی دادن. یک از خصوصیات این منبری من ندیدم تا حالا، یا منبرش 20 دقیقه 25 دقیقه، حد اکثر اگر داخل از صحن باشه 35 دقیقه، بیشتر نمی دادن. و مردم جذب او می شدن چون با زبان مردم صحبت می کرد، یعنی زبان زیاد فرهنگ بالا، ولی آسون میکرد صحبت ها را که مردم عادی متوجه بشن. و یکی از کار برنامه هایی که ایشون استفاده میکردن، داستان روایت را مثل داستان به مردم تعریف میکردن. یعنی روایت را رو متن نمیخوند، متن حفظ که هست، هنگامی که میخواد روایت را به مردم بگه مثلا به زبون مردم مثل یه داستان اون رو نقل میکنه. واقعا اینم خیلی دلنشین هستش و اون مستمعی که این داستان رو میشنوه یا روایت رو ارتباط برقرار میکنه با ماجرا، اصلا فراموش نمیکنه. مردم میرن خونه قهوه خانه میشینن یا تو خانه میشن، بین خانواده میگن شنیدی مثلا آقا شیخ هادی امشب چه داستانی گفت؟ نمیگه روایت گفت، چه داستانی گفت، یه تعریفی هم میکنه، یه چنین چیزی. و یادم هست ایشون هم توی بازار زینبی یک جایی بود به نام دیوان حسینیه آل کمونه، شیخ عبدالحسین کمونه یه خانه داشتن که اونجا عشیره ایشون اونجا مستقر بود که رئیس عشیره و اینا. خدا بیامرزه، ایشون هم یک کار خوبی هم بر ما کرد، خدا بیامرزه. همیشه من براش ذکر رحمتی هم میکنم اگر قابل گفتن هست. و بله ایشون یک کاری انجام داد واقعا ما رو نجات داد. من رفتم در سن 19 سالگی بود، چون اینجا کسی که درس میخوند سربازی عقب میافتاد. بله. تا زمانی که مدرسه بعد تعطیلات تابستون اومده بود، ما بنا بود که از اینجا بریم بیرون دیگه، زمان خیلی وضع خراب بود و جنگ ایران و عراق تازه شروع شده بود،
بعد پدرم استخارم گرفته بود که از عراق بره بیرون. استخاره خوب در اومد و بساط جمع کردیم که بریم سوریه و از اونجا بریم چیز ایران. ولی رفتن اونجا باید آدم بره توی قسمت گذرنامه و اینا خروجی بزنه. رفتیم خروجی بزنیم، گفتن شما نمیتونی از عراق بری بیرون. بعدا اون معموری که به ما گفت، گفتم چرا چلر چه؟ گفت نمیدونیم که از قسمت ساواک بغداد مخابرات استخبارات بغداد اومده که شما نمیتونید سفر برید، ممنوع السفر هستید. پدرم گفت بهت گفتم مواظب باش. گفتم کاری نکردیم، خدمت امام حسین انجام نگید، کار دیگه نکردیم. گفت نه، اون عزاهایی که شما میری بعضی هاشون مده باب السلامه، از این یه خود وضعیتشون چیز بود، سیاسی بود. بله، مخالف بله. حکومت وقت بودن. بله خیلی گفته شده شعارهاشون همینجا تیراندازی شد، مردم شهید شدن، مردم دستگیر میکردن. اگر خواستید یه وقتی هم صحبت میکنیم در باید عزاگداری ها. بعد آقام گفت بریم پیش این خیلی همین شیخ عشیره. شیخ عشیره بله، حاج عبدالحسین کمونه اسمشه. شیخ عشیره بنی آل کمونه بود. بعد پدرم گفت به این آقا بهش بگیم برامون سفارشی بده یا چیزی. اومدم مغازه ما تو بازار زینبیه بود، مقابل خانه این آقا بود تو خود بازار. اومدیم و آقام اومد در زدشون رد میشد دیگه، دم مغازه هست. بهش گفت ما رفتیم که گذرنامه بر پسرمون خروجی بزنیم، انجام ندادن. گفت فردا من ساعت 8 پسرت بیاد اینجا من میبرمش. ما هم اومدیم صبح ساعت 8 با ماشین خودش، ماشین کم بود اصلا کربلا اون زمان، ماشین نبود. با ماشین ایشون آقا سوار شدیم و رفتیم توی چیز اداره گذرنامه. بعد مستقیم رفت پیش مدیر گذرنامه، رئیس بزرگه. گفت فرما، گفت این فرزندمون یه کار کوچیکی داره، کارش را بنداز. چاش در خدمت بفرمایید. چای آوردن، رفتارشون عوض شد کار. آره چای بدم بفرمایید، نوشابه اینا. گفت من میخوام برم چیز دفترم، خب کار داشته دیگه. ولی کار تموم شد دیگه، شما بشین همینجا کار تموم میشه میرید. گفتم ما هم نشستیم. مدیر خودش زنگ زد، یا مأمور اومد گفت اوراق و نوار کاغذ و مدارکش بگیر و برو کارش انجام بده. حرف زیاد طول نمیدم، 25 دقیقه نیم ساعت گذرنامه اومد جلو. و هیچ جا هم نرفتیم، فقط روی روش که رفتیم امضا کردیم. تقریبا جون حس سالیا نجات داد، چون اگر میمودین اینجا بالاخره دیگه، چون دیگه ممنوع از سفر بودم دیگه، یعنی معلوم بود. چون چند بار از رفقا آمدن، رفقای پدرم گفتن مواظب باشید اینا اسماتون رو بردن توی دفتر استخبارات علامت استفهام روی بله پیگیری بکنن، مواظب باشید. چندین بارم اومدن و رفتن، خیلی دیگه واسه اون زمان خیلی مشنج بود. البته اون زمان چیزی خیلی جالبی هم از یاد اون زمان ها هستش. داخل صحنه امام حسین سلام الله علیه، شب عاشورا قتلگاه میبستن، چون چند بار خون از داخل قتلگاه خون جاری میشد و مأمورین دولت دستور دادن دیگه هیچ وقت روز عاشورا اونجا باز نشه، نبینن مردم، که نبینن مردم. بعد یه چیزی هم میوردن، من اون تا حالا ندیدم در آوردن یه بار دیگه. اونم یک عکسی بود با روغن چیز، روغن زیتی. بله زیت. نه نه عکس روغنی، عکس روغنی بله. اون رو نقاشی کردن، عکس سر بریده امام حسین بود سلام. بعضا در میارن، اما حالا اون عکس یا نه؟ نه نه، اون یه چیز عجیبی بود اصلا. خود عکس وقتی که میوردن آدم نگاه میکرد، یعنی بیحال میشد. روز عاشورا اینه میوردن، یه منبر بود در قبله بود گذاشته بودن، اون رو روی اون منبر میگذاشتن، مردم میمدن خودشون رو میکشتن با شمشیر و زنجیر و سینه زنی. انقدر گریه میکردن، فقط نیم ساعت این عکس بعد از نماز صبح میگذاشتن، صبح عاشورا نیم ساعت یا بیشتر یا کمتر، بیشتری خورده اون بعد پرده میگذاشتن و برمیداشتن.
رسم دهه عاشورا چنین است که تو هر شهرم فرق کنه، کشورم فرق کنه. اینجا در کربلا شب هشتم شب حسن قاسم است. یک وجب عمقش باشه. بله. اون خاکی که میاره بالا اون بدن رو میذاره، اون خاک رو میذاره روش، تموم شد. همین. چون دیگه کسی روش نمیتونه، یعنی فاصله عمق سردابیه. بله سردابی، عمقش هم زیاد نبود. تقریبا یه متر و 30 سانتی. تو اون زیر اون هتل که چی بود، اون زیر زمینش بهش میگفتن محل خوابیدن ذوالجناح. صدای ناله از اونجا میمد. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. شنیدیم صحبت های حاجای بیاتی رو. تماس ها باز هستش با این شماره که زیر نویس هست، تماس بگیرید. سلام عرض کنید خدمت آقا سید الشهدا. اسم خودتون رو در تومار زوار آقا سید الشهدا ثبت و ضبط کنید. امشب شب شهادت از ام کلثوم صلوات الله علیها. پیام خیلی دادن به برنامه تکیه. یکی از این پیام‌ها رو براتون بخونم، بدونید که مردم چقدر مشتاق هستن. سلام، خسته نباشید. تو رو خدا از طرف من حضرت عباس رو زیارت کنید. چشم، انشاءالله. بهش بگید حتما قبل عید حاجت من رو بده. واقعا نیاز دارم، واقعا دلم خونه. امیدوارم آقا قمر بنی هاشم همین از ساعه مشکل شما بیننده محترم رو حل کنه. خانم مقدم، حتما اسم من رو بگی تا خیالم راحت بشه که حاجتم رو گفتید و خواستید. قسم دادن به حضرت علی اصغر. چشم، ما انجام وظیفه خواهیم کرد و عرض شما رو خدمت آقا قمر بنی هاشم خواهیم گفت. همین حالا اینجا که ایستادم من، میتونید ببینید مقابل گنبد و بارگاه ملکوتی آقا قمر بنی هاشم هستم. باب الحوائج، باب الحوائج. پیام دیگه پیش شمارش 939. با عرض سلام، خواهشی داشتم. مریضی داریم که حالش خوب نیست، لطف میکنید براش کنار ذریح دعا کنید. به نام اسمشون رو نوشتن که من نمیخونم. آقای خدا بخشی. یا ابا عبدالله، آنچه مریض از قاطبه شیعیان و محبین شماست، همین امشب لباس عافیت عنایت کنید. آقا پیام دیگه تشکر کردن که پیامشون رو خوندیم. حاجتم رو به آقا قبر بنی هاشم گفتی. باز هم نیاز دارم به دعا. به ما دعا کنید. چشم، انجام وظیفه خواهیم کرد، ولی امیدوارم که خودتون مشرف شید حرم آقا قمر بنی هاشم و اونجا مستقیم از خود حضرت بخواهید از نزدیک، هرچند که دور و نزدیک ندارم. حضرات اهل بیت همه جا شاهد بر افعال و رفتار ما هستن. گاهی وقتا خیلی راه نزدیکتر از آن است که ما فکرش رو میکنیم. خیلی دقت کنید به این عرضم بیننده محترم، خیلی نزدیکتر. آنجا شکست دلی میخرند و بس. بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. فقط دل شکسته میخواد. همه تون شنیدید این مطلب رو. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت. این شعر و شاعرش برای حرم علی ابن مصر رضا گفته است. میشه برای کربلا هم گفت که اینجاست طبیبی که ندارد نوبت. هر کس که شکست دل بود پیشتر است. اونجا دل میخرن، دل میخرن. دل شکسته خیلی کارا میکنه.
ممنون از پیام هاتون. من یه مطلبی رو عرض کنم. اخیراً یک کلیپی پخش شد در فضای مجازی، یه بزرگواری یه سری قیمت و آمار و ارقام داده. واقعا متحیرم، باید بگم به کجا چنین شتابان؟ چی میخوایی بگی شما؟ شعور این قیمت، تک این قیمت، واحد سنگین این قیمت، این قیمت ها رو اولا از کجا آوردی؟ این میزان و مقیاسش رو به ما هم بده، ما هم بلد باشیم. در جواب این بزرگوار عرض میکنم، نمیدونم میخواد خودش رو معرفی کنه، هیئتش رو معرفی کنه، خوبیش رو بگه، باش. تکیه بین الحرمین، این منبری که ما در خدمتش هستیم، از همینجا دعوت میکنم هر بزرگواری که دم از آغاز سید الشهدا میزنه، روزخانه، سینه زنی میخونه، تک میخونه، شور میخونه، هر چه که میخواند، قدم رو چشم بنده بگذارد، اینجا در خدمتش هستیم. عکس میخواد بگیره با بهترین نقطه جهان، حرم آقا بنی هاشم، با حرم آقا سید الشهدا، میخواد تو دوربین نگاه کنه، میخواد دوربین نگاه نکنه، قدم به چشم بنده بذاره و ما به شرف، چون اینجا مرسوم میگن شرف، یعنی افتخار میکنیم که روضه‌خوان‌های ابی عبدالله، مدح سید الشهدا قدم به چشم ما بذارن. تکیه بین الحرمین، شبکه جهانی امام حسین در خدمته، بیاید بخوانید و ما افتخار میکنیم به خواندن شما. بعد یک شرط داریم، فقط برای ارباب بخواند، مدحی که فقط برای ارباب بخواند، دم از کسی غیر سید الشهدا نمیزند. بیاید، ما در خدمت رو هستیم، افتخار هم میکنیم. یا علی مدد، خوب و خوش و خرم باشید، هر جای که هستید برای فرج دعا کنید. واقعا اوضاع سخت شد. یا علی، خدا نگه. لحن الهضيم